آزمون دیروز با هم دیگه تجزیه تحلیل کنیم. 191 کدام گزینه درست است؟ دقت بکنید گزینه رو من اینجا می‌نویسم ببینید که چجوری میشه. آد کردن معنیش عدد صحیح بودن کسر بود دیگه، درسته؟ گزینه یک اینه، آی به اضافه بی به توان دو منهای دو آبی بروی آی به اضافه بی عدد صحیح. این یک گزینه یک. گزینه دو، آی به اضافه بی به توان سه منهای سه تا آ دو بی منهای سه تا آ بی دو بروی آی به اضافه بی صحیح. گزینه سه، آی منهای بی به توان سه به اضافه سه تا آ دو به منهای سه آ بی دو بروی آی به اضافه بی صحیح. گزینه چهار، آی منهای بی به توان دو به اضافه دو تا آ بی بروی آی به اضافه بی صحیح. میخوایم ببینیم که کدوم یکی از اینا درسته، کدوم یک درست نیست. میگو اگه یک درست شد چهارم درسته؟ چون؟ میشه گفت اگه یک درست بشه چهارم درست بشه. آره چون یکی این دیگه، یک و چهار هیچ فرق با هم دیگه ندارن. حالا بچه نگاه کنید، با یه نگاه دقیق نگاه کردن خیلی مسئله راحت حل میشد. اینجا منفی 3 آب فاکتور بگیری چی میشه؟ آی به اضافه ب تولید میشه یا نه؟ این آی به اضافه ب داره، اینم آی به اضافه ب داره. فاکتور بگیریم با مخرج میره دیگه، درسته؟ پس این عبارت حتما صحیح میشه. درسته؟ جواب تست گزینه 2 میشه. اما برای گزینه دیگه مثال بزنیم رد بکنیم. مثلا 3 و 5 رو در نظر بگیرید. آ را 5 بگیرید، ب را 3 بگیرید. 64 منهای 30. 2 ضرب در 3 ضرب در 5 میشه 30. 64 منهای 30 میشه 34. 34 هشتم عدد صحیحه. عدد صحیح نیست. پس میره کنار. درسته؟ این یکی رو نگاه بکنید. 5 منهای 3 2 به توان 2 میشه 4 ضرب در 3 این هم میشه 34 هشتم عدد صحیحه. پس این رد شد رفت، این هم رد شد رفت. مثال همون آ مساوی 5 بی مساوی 3 مثال نقض، درسته؟ اینجا هم آ مساوی 5 بی مساوی 3 مثال نقض. قبول؟ همین برای اینم هست. سومی از همون باید فاکتور گیری میتونیم بگیریم. آی منهای به فاکتور میتونی بگیری. اینجا سه آبه بنویسی میشه آی منهای به. آی منهای به فاکتور بگیری با آی به اضافه به نمیره که، لزوم نداره که بره، درسته؟ همون آر را پنج بگیرید، بی را سه بگیرید، ببینیم چی میشه. پنج منهای سه میشه دو به توان سه میشه هشت به اضافه سه ضرب داره 5 ضرب داره 3 ضرب داره 2 تقسیم بر 8 چند میشه؟ 3 3 تا 9 98 98 هشتم صحیحه؟ این صحیح نیست. اینم پس مثال نقض داده شد. پس سوال 191 گزینه 2 گزینه درستیه. 192 میگه اگر آ و ب و سه عددهای صحیح باشن، بی به اضافه سی آم صحیح، این یکی بی سی به روی آ هم صحیح، اینم یکی، درسته؟ این دوتا رو فرضامونه. در مورد صحیح بودن اینا میخوایم بحث بکنیم. بی به توان ان به اضافه سی به توان ان به روی آ صحیح بودن اینو میخوایم بررسی بکنیم. صحیح بودن بی به توان ان منهای سی به توان ان بروی
آرام میخواییم سعی بودن چه برسی کنیم و بی به توان ان به روی آ صحیح بودنش، اینو میخواییم بررسی کنیم. یادمون باشه این هم گفته زوج، این طبیعی زوج. این دوتا فرضمونه، درست؟ بچه دقت بکنید، بی سی آم صحیحه، درسته؟ من سعی میخوام بکنم اینجا بی سی به وجود بیارم، بالا رو در یه بی ضرب بکنم بی سی به وجود میاد یا نه؟ بی به اضافه سی آم صحیح، ضرب در یه بی کردم میشه بی دو به اضافه بی سی آم صحیح، درسته؟ حالا این دوتا صحیح هند، دوتا صحیح از هم کم بکنیم صحیح میشن یا نه؟ این دوتا رو از هم کم بکنم چی میشه؟ بی دو آم صحیح، بی به توان دو آم صحیح، درسته؟ اینو ضرب داره دوباره یه بی بکنی، بی سه آم صحیح میشه، بی چهار آم صحیح میشه، بی پنج آم صحیح میشه، بی شیش آم صحیح میشه، درسته؟ همه بی ان آم صحیح میشه به ازای ان بزرگتر مساویه دو. قبول دارید؟ اینو در یه بی ضرب بکنم بی سه آم صحیح میشه. دوباره در یه بی ضرب بکنم بی چهار آم صحیح. دوباره در یه بی ضرب بکنم بی پنج آم صحیح. همینطور الی آخر. پس حالا بی ان آم صحیح برای انهای بزرگتر مساوی دو. پس من میدونم برای همه انهای بزرگتر مساوی دو این صحیحه. پس این صحیح بودن اینو فهمیدم یا نه؟ پس این گزاره درستیه، این چک شد. قبوله؟ مشکلی که نیست. بیام سراغ این، درست؟ بی به توان ان منهای سی به توان ان، ان زوج باشه به بی به اضافه سی صحیح میشه یا نه؟ برای ان زوج ایکس به توان ان منهای آ به توان ان به ایکس به اضافه آ کی بخش پذیر بود؟ ان زوج. همه قبول دارید؟ صفر زوج. اینا طبیعی داریم بحث میکنم، قربون بشه، برای ان طبیعی، درست آقا؟ قبول؟ اینا قبول دارید؟ کسی اینجا بحث داره بپرسه؟ این هم که خود مسئله گفته بود ضرب دوتا صحیح صحیح میشه یا نه؟ این دوتا رو ضرب بکنیم چی میشه؟ بی به توان این منهای سی به توان این بی به اضافه سی ضرب داره بی به اضافه سی به روی آ صحیح میشه، این با این میره، درسته؟ پس میشه بی به توان ان منهای سی به توان ان آم صحیح شد. قبول بچه ها؟ این هم صحیح شد، پس این هم مشکلش حل شد. بچه ها این دوتا رو نگاه کنید، دوتا صحیح هست، از هم کم بکنیم صحیح میشن یا نه؟ از اینه منهای این بکنیم چی میشه؟ تفریق سی ان به روی آ صحیح. قبوله؟ حالا سی ان به روی آ صحیح، بی ان به روی آ هم صحیح، جمع دوتا صحیح؟ صحیح. جمع بکنم اینا رو بی ان به اضافه سی ان به روی آ صحیح میشه. پس این هم صحیح شد. گفته بود چند تا از اینا صحیحه دیگه، درسته؟ چند تاش میشه؟ سه تاش. گزینه چند میشه؟ گزینه چهار. این همه رو سر امتحان چجوری؟
چند تا دست شو بفنید کدومو جمع کنید کدومو جمع تمام کنید فعلا هدف دیم بشم از این 10 تا 3 تا فعلا بهتون پیدا بکنم درست شد بعد یواش یواش باید تمرین بکن 4 تا بعد سه تا پیدا بکن دو سه بزن تسلط پیدا که بعد در حد مثلا هدفت باشه 4 بعد یواش یواش 193 دو ایکس منهای پنجی گرگ سوم صحیح درسته میخواییم دو ایکس دو به اضافه که ایکس ایگرگ منهای 25 ایگرگ دو به روی 9 صحیح دنبال چی میگردیم؟ که میگردیم آقا هیچی راه حلی بزنیم نمیرسیم نرسیم مشکل نیست عدد که میتونم بزنم مثال دو تا عدد بگید ایکس ایگره که این صحیح بشه صحیح بشه که اشکال یک ایکس رو یک بده ایگره هم یک بده ایکس رو یک بده ایگره هم یک بده این میشه درست یعنی مثال میخوام بزنم مثال x مساوی y مساوی 1 میشه چی؟ 2 منهای 5 سوم صحیحه دیگه بچه درسته؟ پس همینو باید اینجا بذاریم 2 به اضافه k منهای 25 نهم صحیح باید باشه یعنی k منهای 23 نهم صحیح باید باشه درسته؟ k را چی گفته؟ 3 5 منفی 5 منفی است کدومی که از این کار اینجا بذاریم صحیح میشه چی میشه گزینه تو اینا رو که خود گزینه داده بود درسته قبوله ایکس ایگرگو خودت مثال زدی رفیقت گفت من نگفتم که درسته آوردم اینجا گذاشتم گفتم این باید صحیح باشه دیگه یعنی این اتفاق باید بیفته حالا کدوم یکی از این کار رو بذاریم این عدد صحیح میشه این راه غیر اینجوریش ولی فعلا اینجوری برو انگاره مثلا تو خیابون وایستادی تاکسی جلوت وایستاده که بیا مثلا انقلاب برسی میگه نه من نمیخوام با اینطوری برم فعلا وایس تو آفتاب تو کلت بخوره به آدمش اون مثال زدن ایکس ایگره که اینجا پی شما عدد میتونه مثال بزنی مثل قبوله ایگره که 4 بذار 5-4 تا 20 تا منهای 2 18 ایکس و یک بریم یه جور دیگه حل کنیم دقت کنید بچه این فرض من میخوام تجزیه تحلیل بکنم 2x منهای 5y سوم صحیح هر چقدر عددها ضریب ها کوچکتر باشه محاسبات من ساده تره دیگه درسته سعی میکنم اینا رو سادهش بکنم چون برام مضرب 3 بودن مهمه 2x منویسم 3x منهای x 5 ایگرگ هم می‌نویسم منهای 6 ایگرگ به اضافه ایگرگ سوم مشکل که نیست این عبارت صحیحه 3 ایگ سوم که صحیحه 6 ایگرگ سوم هم که صحیحه میشه 3 ایگ سوم میشه x 6 ایگرگ میشه منفی 2 ایگرگ به اضافه ایگرگ منهای x سوم کل این عبارت میخواد صحیح باشه من یه سر کلاس کن نگفتم که هر جا تو نظر یه داد حروف باشه صحیح هست درسته؟ پس یعنی ایگرگ منهای ایکس سوم صحیحه این فرض اینه این فرض خوبش چیه؟ خوبش این که ضریباش کوچیکه محاسبات راحت میشه انجام داد درسته تا اینجا؟ مشکلی که نیست این. جایی که میخوام برسم اینه جایی که میخوام برسم اینه اینم باز سعی کنم
فرزم و کوچک زره با ما دو ایکس دو که هیچ که ایکس ایگرگ 25 عدد بزرگه می نویسم منهای 27 به اضافه 2 منهای 27 ایگرگ به 9 بخش پذیره درسته؟ تو عدد صحیح پس میشه اینطوری 2 ایکس 2 که ایکس ایگرگ به اضافه 2 تا ایگرگ 2 نهم منهای 3 ایگرگ 2 بچه این تیکش که صحیحه پس باید در حقیقت این باشه دیگه درسته؟ درست. یعنی پس 2 ایکس 2 به اضافه که ایکس ایگرگ به اضافه 2 ایگرگ 2 نهم صحیح من از اینجا هدفم به اینجا رسیدنه چیکار کنم این اتفاق بیفته؟ تواندو برسیم چون x2 داره اینجا هم تواندو برسیم درسته؟ تواندو بکنم میشه x2 به اضافه y2 منهای 2 تا xy نهم صحیح این صحیح اینم میخواد صحیح باشه درسته؟ از هم کم بکنم باید صحیح باشه دیگه این دوتا رو از هم کم بکنم چی میشه؟ میخوام x2 بره یه دو ضرب بکنم x2 با x2 میره 2y2 با 2y2 میره کای به اضافه 4 xy نهم باید صحیح باشه درسته؟ قبول؟ مشکل کیت نیست اینجا من با xyش کاری ندارم درست؟ کای به اضافه 4 نهم صحیح باشه این صحیح میشه دیگه حالا x y هر چی باشه مهم نیست که درسته قبوله پس کای به اضافه 9 کای به اضافه 4 نهم صحیح باشه یعنی کای به اضافه 4 میشه 9 تی پس کا میشه 9 تی منهای 4 حالا تی را 1 بدی میشه 5 تی را 2 بدی میشه 14 تی را 0 بدی میشه منفی 4 تی را منفی 1 بدی میشه منفی 13 الی آخر درسته کدومش تو گزینه ها هست 5 این میخواد صحیح باشه اگر این به این نه از بین ببره کفایت میکنه دیگه آقا بعضی حالتهای دیگه هم امکان داره اتفاق بیفته آره مثلا ایکس ایگرگ بیاد یه مقداری از نه ببره اب نداره ببره من با اون کاری ندارم درسته هم ایکس هم ایگرگ هر دو مضرب سه بودن میتونست این مسئله حل بیفته درسته اون حالت دیگه همیشه میشد اصلا که هرچی بود مشکل پیش نمیمد هم x مضرب 3 بود هم y مضرب 3 بود اون موقع که هرچی بود قابل قبول بود اما حالتی که x مضرب 3 نباشه y هم مضرب 3 نباشه اون موقع اینا 9 از بین نمیبرن چه چیزی 9 رو باید از بین ببره؟ که به اضافه 4 فهمیدی چطور شد؟ مثلا من اینجا x رو میتونم 4 بذارم y رو مثلا میتونم 7 بذارم درسته؟ قبوله؟ x4 y7 این 9 نمیره 9 کی باید از بین ببره؟ کای به اضافه 4 بعضی مواقع xy از بین میبره کی xy از بین میبره؟ موقعی که هم x هم y مضرب 3 باشه اون موقع 9 و اینا از بین میبرند ولی حالتایی که نه x نه y مضرب 3 اون موقع این باید 9 از بین ببره این باید 9 از بین ببره یعنی کای به اضافه 4 باید 9 تی باشه کا میشه 9 تی منهای 4 تی را 1 بذارم 5 میشه آقا امکان داشت تو گزینه ها 5 نبود مثلا منفی 4 بود تی را 0 میذاشتم منفی 4 امکان داشت مثلا به جای 5 14 بود تی را 2 میذاشتم 14 میشه هیچ مشکلی پیش نمیومد فهمیدی چطور شد؟ جانم اگه تو گزینه اگه منفی 4 بود درست میشه؟ این 0 تقسیم بر 9 0 نیست 0 میشه بیام 0 تقسیم بر 9 عدد صحیح میشه دیگه 0 تقسیم بر 9 عدد صحیح میشه 0 تقسیم بر 10 عدد صحیح میشه 0 0 رو که گفتیم تو گسسته عدد صحیح حساب میکنیم دیگه درسته؟ قبول هم؟ سوال 194 کدام یکی از گزینه های زیر درست نیست؟ گزینه یک چی هست؟ 194
B به اضافه C به روی AB صحیحه. میخواییم نتیجه بگیریم که C به روی A صحیح. گزینه یک رو بررسی کن ببینیم درسته یا نه. بچه حواستون هست این که صحیح باشه ضرب در یه A هم بکنم صحیحه دیگه، درسته؟ ضرب در یه A بکنم B به علاوه C به روی B صحیحه، یک به اضافه C بیوم صحیحه، C بیوم صحیح. آ وارد بازی نمیشه، درسته؟ آ وارد بازی نمیشه. همینجا احتمال داره که مثال بتونم بسازم، درست؟ مثلا بی رو بذارم سه، سی رو بذارم نو، آ رو بذارم دو، ببینم چه اتفاقی میفته. بی به اضافه سی آبی رو حساب بکنم، بی به اضافه سی میشه دوازده، آبی هم میشه سی. این صحیحه یا نه بچه ها؟ اما سی آم، سی آم میشه چی؟ نه دوم. صحیح بودنش درسته؟ نه دوم صحیحه؟ نه. پس یه مثال نقض زدم که مشکل ایجاد کرد. پس گزینه یک گزینه درستی نیست. پس جواب تست میشه گزینه یک. نگاه کردم یه جوری که مثلا یه کاری کردم که این سه با آ عامل نداشته باشه ولی ساده بشه بره. نه نمیشه گفت. من بلد نیستم. من نمیدونم. چنین فکر نکنم چنین چیزی باشه. دو را دقت بکن گزینه دو. بی آم صحیحه. دنبال این میگردیم ببینیم که بی هفت آ پنج صحیحه یا نه. بچه ها بی آم صحیح باشه به توان پنجم برسه صحیح میشه دیگه، درسته؟ به توان پنج برسیم میشه بی پنج آ پنج صحیح. طرفین ضرب داره بی دو بکنم چی میشه؟ پنج. پس گزینه دو گزینه درستیه، قبول. گزینه سه سی به روی آبی صحیح، میخوام برسم به سی به روی آ صحیح. این که چیز سختی نیست. چه بکنم؟ ضرب در یه ب بکنم، درسته؟ پس گزینه سه هم گزینه درستی. گزینه چهار رو دقت بکنید. دو بی به روی آ صحیح و آ به روی بی صحیح، آنگاه آ مساوی به اضافه منهای بیه یا آ مساوی به اضافه منهای دو بیه. نگاه کنید بچه ها، بی مخرج این کسره، مخرج کسر قدر مطلقش از صورت کسر باید کوچکتر بود، درسته؟ پس یعنی قدر مطلق بی کوچکتر مساوی قدر مطلق آیه، درسته؟ از این ورم قدر مطلق آ کوچکتر مساوی دوتا قدر مطلق بیه، درست؟ قبول دارید؟ آ از این کوچکتره، مقسوم علیه اینه، پس دو برابرش نمیتونه باشه که. اگه دو برابرش باشه خود آ دو بی باید باشه، درسته؟ یا اینکه آ خود بی باید باشه، قبول دارید؟ یا بی منفی بی باید باشه یا دو بی منفی دو بی باید باشه که هر دوتا اینه بخواهن صحیح باشن دیگه، قبوله؟ اینم داره همینو میگید. وقتی
بفهمیم یک غلطه میتونیم بگیم چهار چون طولانی و سرعت وقت گذرانه نگذاشته بریم یکو زدیم تموم شده رفته من بغیرم یکو جواب دادیم رفته یک جواب داده شده رفته ببین الان بی اگه کمتر از مثلا آ باشه خود آ نباشه مثلا نصف آ باشه درست بی نصف آ باشه که همون این اتفاق میفته دیگه درسته مثلا یه سوم آ باشه درسته بی مثلا فرضون یه سوم آ باشه اینجا چه اتفاق میفته صورت کوچیکتر از مخرج میشه درسته صورت کوچیکتر از مخرج میشه که صحیح نمیشه که درست تنها حالتی که این دو تا صحیح میشن اینه که یا آ و بی با هم برابر باشن یا آ دو تا بی باشه قرینه هاش هم میتونه باشه منفی بی هم باشه چه اتفاقی نمیفته منفی دو بی هم باشه چه اتفاقی نمیفته 195 دو ایکس به اضافه یک پنجم میخواد صحیح باشه این فرضمونه میخواییم 14x2 به اضافه kx منو 19 25 هم صحیح باشه دنبال k میگردیم باز بهتره مثال بزنم دیگه درسته یه x بدم که این اتفاق بیفته 2 x و 2 مثال دو به توان دو چهار ضرب داره 14 چه 56 56 به اضافه 2k منهای 19 25 میخواد صحیح باشه درسته قبوله ۵۶ بچه ها 50ش که مضرب 25 دیه مشکل ایجاد که نمی کنه از این 50 چیزی که میمونه 6ش مهمه درسته؟ قبوله؟ از این منفی 19 هم چیزی که مهمه 6ششه باز میشه منفی 25 به اضافه 6 منفی 25 به اضافه 6 منفی 25 پس این هم 6ش مهمه پس این میشه 12 به اضافه 2k 25 هم صحیح از دوش فاکتور بگیرم 6 به اضافه کا در 2 25 هم صحیح ببینه دو که اینو از بین نمیبره پس این باید از بین بره پس کای به اضافه 6 25 هم باید صحیح باشه درسته؟ کدوم میشه؟ گزینه 4 میشه درسته؟ پنجاشش منه 19 چی میشد؟ 56 منه 19 37 درسته میشد 37 به اضافه 2k 25 هم صحیح درسته 37 هم بنویس 25 به اضافه 12 25ش که مضرب 25 مشکل ایجاد نمی کنه همون بازون شد دیگه درسته دویش هم فاکتور بگیریم این دو با 25 شوخی نداره پس کل شوخیش با اینه درسته شوخیه دیگه کنون دیگه این که با این منو با تو سنن نه درسته پس این و این باید هم دیگه از بین ببرند درسته پس کای به اضافه 6 25 کای به اضافه 6 25 تی میشه کا میشه 25 تی منهای 6 تی رو 1 بذاریم 19 میشه تی رو 0 بذاریم منفی 6 میشه تی رو 2 بذاریم 44 میشه همینطور الی آخر درسته؟ فهمیدید؟ 196 برای دو عدد صحیح آ و ب آ مخالف 0 این رابطه برقرار هست کدوم یکی از این رابطه ها؟ فرضمون اینه به دو به روی آسه صحیح این فرضمونه
میخوایم ببینیم کدوم یکی از اینا درسته. به بروی آ صحیح، به بروی آ دو صحیح، بعد به پنج بروی آ چهار صحیح، بعدی چی هست؟ به دو بروی آ صحیح. اصلا به فرض نگاه نکنید بچه ها، گزارا خودشون خود درگیری دارن، قشنگ راحت میشه ردش کرد. این صحیح باشه در یه بی هم ضرب بکنیم صحیح میشه یا نه؟ درسته. این صحیح باشه به توان چهار برسه صحیح میشه، در یه بی هم ضرب بشه میشه. پس دنبال این بگردم ببینیم این صحیحه یا نه دیگه. درسته؟ درسته. این احتمال داره صحیح باشه. اونو ضرب در یه ب بکن، اینو ضرب در یه ب بکن، میشه بیس آسه صحیح. مشکلی که نیست. این میشه بی آم به توان سه صحیح. بچه یادتون باشه کسر به یه توانی رسید صحیح شد، خودش از اول صحیح بوده. رادیکالی نیست که مثلا رادیکال دو به توان دو برسه دو بشه. اگه کسر به توان صحیح برسه، صحیح به توان عدد طبیعی برسه صحیح بشه، این نشون میده خودش از اول صحیح بوده. پس این نشون میده بی آم چی بوده؟ صحیح بوده. پس این صحیح شد، اینم که ضرب در یه بی میشه صحیح میشه، این به توان چهار میرسه بعد دوباره ضرب در بی میشه صحیح میشه. درسته؟ قبول؟ حالا صحیح بودن این ستا رو ثابت کنیم، برای این یه مثال بزنیم. مثال بزنیم که آو بره سه بزنیم که اون صحیح نمیشه که، قربونت بشم. سه به توان دو نو به روی سه به توان سه بیست و هفت صحیح نمیشه که. چی شد؟ به دو آیک هر دوتا اینه درست میشه. به چهار صحیح میشه، نیم صحیح میشه. آره هر دوتاشون اون صحیح نمیشه اصلا. یه مثال بزنید این برقرار باشه ولی این برقرار نباشه. به هشت آ دو اون برقراره، اینم برقراره. به سه آ سه نه اون برقرار میشه نه این برقرار میشه. خواهیم اون برقرار باشه این برقرار. اون میشه یک دیگه به سه بروی آ سه میشه. اون نمیشه که اینه ها، بخواهیم این نباشه. یه مثال بزنید که چیز سختی نیست که. بنویسید. به چهار آ هشت که اون عدد صحیح نمیشه که. به آخو اون عدد صحیح نمیشه که. به هشت آ چهار. به هشت آ چهار. به هشت میشه چند؟ به هشت آ چهار. این بالا میشه 64، 64 هم صحیحه ولی اینجا نگاه کن 8، 16 هم غیر صحیحه. پس مثال زدیم که فهمیدید؟ قبوله؟ ساختنش هم بچه دقت بکنم اون چیزی که اون دفعه یادتون گفتیم. بیرام بگیر مثلا دو به توان آلفا، آرا بگیر دو به توان بتا، دو به توان دو آلفا
دو بتوان سه بتا. این صحیحه یعنی چی؟ دو آلفا بزرگتر مساویه سه بتا. این فرضو دارم. این چی هست؟ آلفا بزرگتر از دو بتا. درسته؟ یه آلفا هایی بسازیم که این برقرار باشه، اون برقرار نباشه. سه و دو، این سه باشه این دو باشه، این برقراره یا نه؟ شیش بزرگتر مساویه شیش هست، ولی سه بزرگتر از چهار نیست. آلفا رو سه بگیر، بتا رو دو بگیر، این برقرار هست ولی این برقرار نیست. آلفا رو سه بگیری، دو به توان سه چی میشه؟ هشت. بتا رو دو بگیری، دو به توان دو چهار، همون هشت و چهار رو ساختید. فهمیدید؟ مثال دیگه هم میتونید بسازید، مشکلی که نیست. اینطوری نگاه کردن خیلی کمکتون میکنه. برای مثال ساختم این میخواد صحیح باشه، درسته؟ پایه ها با هم برابرن. برای اینکه صحیح باشه چه اتفاقی باید بیفته؟ توان این بزرگتر مساوی توان این باید باشه. قبوله؟ پس این اتفاق الان این صحیح باشه، اینو بر اساس آلفا بنویسی، اینو بر اساس آلفا بتا بنویسی، میشه دو بتوان آلفا سه بتوان دو بتا. درسته؟ این برای اینکه صحیح باشه چه اتفاق باید بیفته؟ این باید اتفاق بیفته دیگه، درسته؟ حالا اینا دو تا نامساوی هست، با نامساوی برخورد کردن راحت تره تا با بخش پذیری، درسته؟ چون از قدیم باش اونس پیدا کردید دیگه. 197 برای سه عدد طبیعی A و B و C این رابطه رو داریم، آنگاه کدام گذاره لزومن درست نیست. AB به اضافه AC به روی ABC صحیح، درست؟ این فرضمونه. CC به روی B صحیح، 2B به روی C صحیح، B به اضافه C به روی A صحیح، B به اضافه C به روی BC صحیح. فرضمون رو نگاه کنید، از A فاکتور بگیرم، A میره، پس A تو اینجا هیچ نقشی نداره، A دلخواهه، هیچ محدودیتی نداریم. A میتونیم 100 بذاریم، 1000 بذاریم، میلیارد بذاریم، اینجور چیزا. به همین دقت بکن جواب تست رو سریع میده. این نمیتونه صحیح باشه. چرا؟ چون تو بیوسی رو انتخاب کن، من آ یه چیزی میذارم که اتفاق نیفته دیگه. آ هیچ محدودیتی نداره. تو بی رو 7 گذاشتی، سی رو مثلا گذاشتی 15. 7 و 15 چند میشه؟ 22. من آ رو میذارم 100. مشکلی ایجاد شد دیگه، درسته؟ قبوله؟ پس جواب تست میشه این. اما بقیهش نگاه کن ببین درسته. این که همون گزاره چهاره، درسته؟ حالا اینجا رو نگاه کنید، B به اضافه C به روی BC صحیح. اینو در یه B ضرب بکنم چی میشه؟ B به اضافه C به روی C صحیح، این هم میشه BC به اضافه یک صحیح. پس BC صحیح. BC که صحیح باشه دو برابرش هم چی میشه؟ صحیح. صحیح میشه. پس دو BC صحیح. پس صحیح بودن اینم بررسی شد. یه بار در C ضرب بکنم، B به اضافه C به روی BC صحیح. این دفعه در C ضرب بکنم، میشه B به اضافه C بیوم صحیح، یک به اضافه سی بیوم صحیح، سی بیوم صحیح. در سه هم ضرب بکنم، سه سی بیوم صحیح. پس این هم صحیح بودنش بررسی شد. 198 دقت کنید آقا، دو ان دو به اضافه پنج ان منهای یک اموم صحیح، N2 به اضافه 3 اموم صحیح.
هدفم اینه اینو حذفش بکنم، اول دو برابرش بکنم، میشه دو این دو به اضافه 6 اموم صحیح. اینو از این کم بکنم چی میشه؟ 5 نه به اضافه 7 اموم صحیح. درسته؟ این عبارت صحیح باشه تو مزدوجش هم ضرب بکنم صورت صحیح میشه دیگه، درسته؟ قبول؟ تو مزدوجش ضرب بکنم چی میشه؟ 25 ان 2 منهای 49 ام صحیح. قبوله؟ حالا این صحیح، این هم صحیح، اینو 25 برابر بکنم چی میشه؟ 25 ان 2 به اضافه 75 امم صحیح. حالا این و اینو از هم کم بکنم، 75 منهای منهای 49 میشه 124، 124 امم صحیح. کدوم گزینه میشه؟ گزینه دو. اینو تو مزدوجش ضرب کردم، ضرب داره 5 ان منهای 7 کرد، درست؟ 199. شیش ان دو به اضافه 1 به روی آ صحیح. 4 ان دو به اضافه 6 به روی آ هم صحیح. سعی میکنم اینو حذف بکنم، بالا رو در دو ضرب بکنم میشه 12 ان دو به اضافه 2 آم صحیح. پایین رو در 3 ضرب بکنم 12 ان دو به اضافه 18 آم صحیح. از هم کم بکنم چی میشه؟ 16 آم صحیح. آ گفته طبیعی، پس آ باید مقسوم علیه 16 باشه، درسته؟ 1 2 4 8 16. چند تاست؟ 5. بچه سری نرید گزینه 4 رو بزنید، یه ذره دقت کنید. آ باید داره، ببینید نگاه کنید، آ زوج نمیتونه باشه. چرا؟ این عدد زوج به اضافه 1 بشه فرد، عدد فرد تقسیم بره، یعنی آ دو میتونه باشه؟ 6 ان 2 به اضافه 1 دوم میخواد صحیح باشه، ببینیم این میشه 3 ان 2 به اضافه 1 دوم. صحیح بودنش دوچار مشکله، صحیح بودنش دوچار مشکله، پس جای آ دو نمیشه گذاشت. دو که نمیشه گذاشت، 4 هم نمیشه گذاشت، 8 هم نمیشه گذاشت، 16 هم چی فقط میشه گذاشت؟ 1 میشه گذاشت فقط. اینو هست میشه میره. کدوم گزینه میشه؟ گزینه 1. صد و بیست و شیش دیوم میخواد صحیح باشه. 126 تجزیهش بکنیم چی میشه؟ 2 ضرب در 63، پس میشه 2 3 به توان 2 ضرب در 7. پس جای دی چی میشه گذاشت؟ 2 3 7. اینجا چند تا اختیار دارم؟ 2 تا، 3 تا، 2 تا، میشه 12 تا طبیعی میشه. این صحیح کرده ضرب در 2 میشه 24 تا صحیح. 24 مقسوم علیه صحیح. گزینه چند میشه؟ گزینه 2. 335 دقت بکنید، میگه اگر این عدد طبیعی باشد، تعداد اعداد اول بزرگتر از 2n فاکتوریال به اضافه 1 و کوچکتر از این چند تاست؟ ببینید 2n فاکتوریال به اضافه 1 از این بزرگتر باشه، یعنی این دیگه، درسته؟ 2n فاکتوریال به اضافه 3، 2n فاکتوریال به اضافه 4، 2n فاکتوریال به اضافه 5، 2n فاکتوریال به اضافه 6، تا رسیدیم 2n فاکتوریال به اضافه 2n منهای 1. میخواد ببینه که تو بین اینا چند تاش عدد اوله. بچه ها این از دوش میشه فاکتور گرفت یا نه؟
مثلا اینو هفت بذارید، اینو یه لحظه هفت بذارید، 14 فاکتوریال به اضافه 2. مگه تو 14 فاکتوریال 2 نداریم؟ اینم مگه 2 نداریم؟ درسته؟ از 2ش میشه فاکتور گرفت یا نه؟ ها؟ بنویسیم یا؟ نداره بنویسی. از 2ش فاکتور بگیری میشه 1 ضرب در 3 ضرب در 4 ضرب در 5 ضرب در 6 ضرب در 7 ضرب در 8 ضرب در 9 ضرب در 10 ضرب در 11 ضرب در 12 در 13 ضرب در 14 اونو به اضافه 1. این عدد مسلماً اول نیست. چرا؟ چون به 2 بخش پذیره. درسته؟ درسته. این به چی؟ اینجا از چی میشه فاکتور گرفت؟ 3. اینجا 4. اینجا 5. پس هیچ کدوم اینا اول نیست. چند تا عدد اول تو بین اینا هست؟ هیچ. گزینه چه؟ اینا نگاه کنید، میشه 14 فاکتوریال به اضافه 3. این دفعه میشه از 3 فاکتور گرفت. 3 فاکتور بگیرید چی میشه؟ 1 ضرب در 2. 3 رو نمی نویسی، 4 5 تا 14 به اضافه 1. درسته؟ بعدی میشه 14 فاکتوریال به اضافه 4. از چی میشه فاکتور گرفت؟ چهارش، یک ضرب داره 2 ضرب داره 3، 4 رو میپری، ضرب داره 5 ضرب داره 6 ضرب داره 14 به اضافه 1. این به 4 بخش پذیره، بعدی به 5 بخش پذیره، بعدی به 6 بخش پذیره. همه اینا به یه چیزی بخش پذیرن. پس در نتیجه هیچ کدومشون عدد اول نیست. خسته نباشید.